سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون و این جلسه میخوام راجع به یکی دیگه از هوکا صحبت بکنیم به نام یوز ریدیوسر. ما کلا از پروژهمون بچا دو جلسه یا نهایتا سه جلسه مونده، یه یوز ریدیوسر مونده و یه دونه یوز رف که از اون استفاده بکنیم توی پروژهمون، که یوز رف میمونه برای جلسه بعدی ان شاءالله. خب بریم سراغ یوز ریدیوسر. خب قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ پروژمون و کاربردش رو ببینیم، یه کوچولو راجع به یوز ریدیوسر صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا به چه دردی میخوره و بریم ادامهش رو انجام بدیم. یوز ریدیوسر همینطور که توی خط اولم گفته، میشه گفت یه جورایی جایگزین یوز استیت میشه کردش. جایگزین که نه، یه جورایی یک راه حل جانبی، حالا اسمش چی بزنیم، آلترناتیو بشه. یوز استیت بچا چیکار میکرد؟ یوز استیت می اومد یک مقداری رو قبول میکرد یا یک فانکشنی رو قبول میکرد تو داخل خودش که باعث میشد مقدار استیت من آپدیت بشه. درسته؟ این کار یوز استیت انجام میداد. ریدیوسر هم دقیقا همین رو انجام میده، فقط با یه تفاوت. خود استیت رو هم علاوه بر اون فانکشن میگیره برای اینکه بخواد مقدار استیت رو عوض کنه. یعنی با ترکیبی از استیت و متد مقدار استیت رو عوض میکنه و یک استیت جدید درست میکنه اصطلاحا. پس ما تو یوز ریدیوسر معمولا میایم یه فانکشنی رو پاس میدیم، اصطلاحا دیسپچ میکنیم، با مقدار قبلی استیت یه استیت جدید درست میکنیم. مثالش هم بچه اینجا زده، یه کانتر مثال زده اینجا. حالا این مثال رو من توی دوره ریاکت هوک بچا زدم، همین مثال من تو دوره ریاکت هوک زدم، میتونید بدون اونجا ببینید اگه دوست داشتید. خب بریم سراغ خود پروژمون و ببینیم چجوری میتونیم از یوز ریدیوسر تو پروژه خودمون استفاده کنیم. خب کاری که ما میخوایم توی پروژمون انجام بدیم، میخوایم فرایند لاگین و لاگ اوت رو بدیم به یوز ریدیوسر. اینا رو ببندم، خب فقط اپ بمونه. فرایند لاگین لاگ اوت رو میخوام بدیم به یوز ریدیوسر برامون انجام بده. یعنی که بر اساس اینکه اکشن ما قرار چی باشه، لاگین باشه لاگ اوت باشه، مقدار استیتمون رو میخوام عوض بکنیم. خب این اینیشال استیت رو بعد چامن از اینجا برمیدارم. خب بعد این بالای اینجا یه دونه وریبل تعریف میکنم، اسمشو میذارم initial user، اینو میریزم اینجا. خب بعد یه دونه تعریف میکنم به نام reducer، let reducer مساویس با reducer. دو تا ورودی داره بچه ها، شبیه reducer reduxه. یه state به عنوان ورودی میگیره، یه دونه action، یعنی کاری که میخوای شما رو استیت انجام بدید مقدار استیت رو عوض کنید، اکشن مفهوم بشه. فعلا فقط دد کانسول لاگ استیت و اکشنی که به عنوان ورودی گرفت. خب یوز ریدیوسر هم اینجا ایمپورت کنیم. خب میام اینجا، بیام سراغ این یه تیکه که یوزر رو تعریف کردم. خب میام اینجا میگم که const current user dispatch مساویس با use reducer. reducer به عنوان ورودی میگیره و initial state رو، initial user رو به عنوان state. خب بعد میام چیکار میکنم؟ این current user و dispatch رو میدم به user context که همه جای پروژه بهش دسترسی داشته باشه. خب حالا میتونم هر جایی که میخوام این دیسپچر رو فراخونی بکنم و کانت یوزر رو. خب فقط این که بچه ها اینجا من یه اینیشیال یوزر رو فعلا به این بدم، اینو قرار بچه بردارم و فعلا نه. و دومی که بچه ها ریدیوسر همیشه باید یه چیزی ریترن بکنه، پس
ریتن استیت رو اینجا میذارم که همین. حالا اینجا ما یه ریتن دیگه هم قرار بنویسیم جلو تحویل ما، ولی فعلا برای اینکه خطا نده یه ریدیوس یه ریتن استیت مینویسم. خب حالا میام اینجا یه تیکر هم بنویسم و دیگه کنسول لاگ اصلا نذارم بهش کد. خب ببخشید، بر اساس اکشنی که سمت این ریدیوسر قرار بیاد، خب ما قرار کار مختلف بکنیم. مثلا یه سویچ میذارم میگم اگر اکشن تایپ من کیس از نوع لاگین بود، خب در اون صورت ریترن کن چی بچه ها؟ اینو کپی میکنم این که میشه تو رو چون لاگین داره میکنه. خب این میشه چی بچه ها؟ میشه اکشنی که داره میاد قسمت پیلودش current user ID. چون اکشنی که بچه ها میاد سمت این ریدیوسر یه دونه قسمت تایپ داره یه پیلود. میدونم الان یه ذره گیج کننده باشه، الان یه ذره که بریم جلوتر قشنگ براتون واضح میشه. action.payload.currentusername و این هم میشه action.payload.currentuserrole. خب اگر کیسمون لاگوت بود، لاگ اوت، در اون صورت ریترن میکنه اونی که قبلش نوشتن، اینو ریترن میکنه. خب اگرم هیچ کدوم از اینا نبود همون استیت قبلی رو ریترن میکنه، هر چیزی که بود. حالا اگه کاربر خاصی بود یا نال بود همون رو ریترن میکنه. نکته که وجود داره اینه که بذار نکته رو آخر سر بگم، بریم سراغ این که از این استفاده کنیم. یا میتونیم اینو اینجا برداریم مثلا اینجا یه دیفالت بذاریم، دیفالت ریترن میکنه استیت، یعنی اگه هیچون از اون بالایی نبود حالت دیفالت اجرا میشه بچه. خب حالا میام چیکار میکنم دیگه، به اینو لازم ندارم. current user رو میکنم user، بعد اینجا set user دیگه ندارم، به جاش dispatch رو دارم و current user هم دیگه ندارم، به جاش user رو دارم. یعنی هر جا من بخوام user رو عوض کنم dispatch رو اجرا میکنم. dispatch یه دونه تایپ داره یه payload، بر اساس که تایپش چی باشه payloadش چی باشه state هم یه اتفاقی براش میفته. خب حالا ببینیم از این استفاده کنیم. میام توی navigation bar هم، خب جایی که میخواستم لاگوت کنم بچه ها، جایی که میخواستم کاربرم رو لاگوت کنم کجاست؟ اینا آن لاگوت کلیک. قبلا چیکار میکردم؟ ست یوزر رو فراخونی میکردم، مقادیر رو همه رو ریسیت میکردم، درسته؟ دیگه الان نیاز نیست این کار بکنم. میام چیکار میکنم؟ میام مثلا کلا اینو پاک میکنم یه تیکر رو، میگم برو تو یوزر کانتکت دیسپچ رو برای من بیار. دیسپچ خب دیسپچ رو بیار. بعد این دیسپچ من یه تایپ داره یه پیلود، توی لاگوت پیلود هم نمیخواد، یه دفعه فقط تایپ بنویسید لاگوت. وقتی این دیسپچ اجرا میشه چه اتفاقی میفته؟ میاد اینجا میگه خب تایپ هم چیه؟ میگیم لاگوت. میگه خیلی خب اینو ریترن میکنم برات، دیگه نیازی نیست اونور بنویسم، خودش اینور داره. این همین حالا بعد لاگین هم باید بنویسیم. حالا بریم توی کامپوننت لاگین، اینجا کجا بودش؟ ایناش set user. اینجا هم set user فراخونی شده، اومده اطلاعات user رو گرفته پاس داده، درسته؟ خب حالا به جای set user من میذارم چی؟ dispatch. دیگه set user نداریم. بعد یه تایپ بعد مشخص کنم، اینو دیگه کلا نمیخوام. تایپ
دو نقطه از نوع لاگینه. اینجا پیلود ولی بچه ها لازم داریم. من این کلا یه تیکر برمیدارم. پیلود رو لازم داریم اینجا. پیلود هم میشه این. این هم دیگه نمیخواد چون اون سمت داره انجام میشه خودش. فقط اینا رو میخواد. چه اتفاقی میفته وقتی لاگین میکنه؟ این اکشن رو دیسپچ میکنه. این اکشن میاد اینجا میگه از نوع لاگین، میگم بله، اطلاعاتی که تو پیلود رو میگیره، پیلود کارنت یوزر آیدی، اینا رو میگیره، اینا رو میگیره میشین اونجا. این میشه بحث یوزر دوسر. بچه همین برای ریجستر هم میشه انجام داد بچه. یعنی جایی که کاربر من ریجستر میخواد بکنه دیگه سیت یوزر فراخونی نمی کنم. دیسپچ رو میارم. بعد اینو بگه برمیدارم. این یه تیکر کلا این دوتا خط رو برمیدارم. به چشم میرسم تایپ. تایپش هم میذارم لاگین. میتونم اون و یه ریجستر هم حتی تعریف کنیم براش بچه ها. یه تایپ ریجستر. بعد یه پیلود. که یک آبجکته. که این ستا رو میذارم داخلش. میبینید بچه ها خیلی دستون بازتر میشه. من میتونم خیلی جاهای دیگه اکشن های دیگه تعریف کنم. مثلا اکشن تعریف کنم برای تغییر عکس پروفایل، تغییر اسم، هر چیزی میشه یه اکشن تعریف کرد براش. این اکشن فقط یه تایپ داره، یه پیلود. بر اساس تایپ و پیلود اونور یه اتفاقی انجام میشه، یه کاری انجام میشه. خب بریم یه تست بکنیم بچه ها. خب میام تو لاگین، با ادمین لاگین میکنم. درسته؟ میخوام لاگاوت کنم. خب این افتاده این زیر چرا؟ خب بذارید اینو تو CSS درست کنم. حتی یادم رفت و قبلا باید این کار میکردیم. اینو به جز دینگزش شو میکنم ست. درست شد. یه بار دیگه لاگین. این اومد اینجا. لاگاوت. لاگاوت شد. بدون مشکل. این اومد بحث یوزر ریدیوسر. میمونه فقط یوزرف که به نظرم بریم جلسه بعدی، جلسه آخرمونه، یوزرف هم بگیم و پرونده این پروژه رو ببندیم. فعلا خدافظ تا جلسه بعدی.